بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. من محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت و مدرس دوره های تربیت پژوهشگر. انشالله این جلسه به عنوان اولین جلسه از دوره جامعه آموزش مقاله نویسی در خدمت شما دوستان خواهیم بود. ما برای این دوره جامعه چند جلسه متفاوت رو ترتیب دیدیم که مجموعاً این جلسات بتونه که به شما کمک کنه برای تنظیم یک مقاله و بخش‌های مختلف یک مقاله که بتونید یک کار با کیفیت، یک اثر علمی خیلی خوب رو از خودتون بر جای بگذارین انشاءالله. جلسه اول ما در خصوص مقاله خوانی و نگارش علمی هستش. ما با یک مقدمه شروع میکنیم، بعد در خصوص اینکه چطور یک مقاله بخونیم صحبت میکنیم، در خصوص نگارش علمی که ما در بخش‌های مختلف مقاله باید رعایت کنیم صحبت میکنیم، و در نهایت یک جمع‌بندی. بریم سراغ مقدمه کار، ببینیم که مقاله به چه شکلی هستش. ما در دوره فلسفه پژوهشگری در خصوص فلسفه پژوهش و گام‌های مسیر پژوهشگری با هم دیگه به شکل کامل و مفصلی صحبت کردیم و گفتیم که خب ریشه های پژوهش میتونه که چند بعدی باشه. بعضی از افراد صرفا برای محبوبیت این کار رو انجام میدن، به دنبال این هستن که در حوزه های مختلف تحقیقاتی به عنوان لیدر خودشون رو مطرح کنن و بیان و آثار علمی رو تولید بکنن و آثار علمی اونها دیده بشه در یک زمینه خاص. بحث بعدی بحث پول هستش و بودجه که طرح تحقیقاتی دارن، و حالا به عناوین مختلف ما میتونیم که تحقیقات انجام بدیم و شاید بتونیم از این راه کسب درآمد هم داشته باشیم، که این هم میتونه به عنوان یکی از مبانی انجام تحقیقات توسط محققین مختلف باشه در زمینه‌های مختلف. بحث بعدی بحث ارتقاء دانشجویانی که میخوان خودشون رو به رده‌های بالای تحصیلاتی ارتقا بدن، و کارکنانی که الان هستن میخوان ترفیع بگیرن یا تشویق بگیرن یا به شکل آموزش ضمن خدمت امتیازاتی رو برای خودشون جمع‌آوری کنن، و همچنین اساتیدی که رتبه‌های دانشگاهی مختلفی دارن و میخوان که رتبه خودشون رو ارتقا بدن، برای مثال از استادیاری بیان و خودشون رو به دانشیاری ارتقا بدن، خب نیازمند مقاله هستن، نیازمند کار علمی هستن که بیان و با استفاده از اونها اون ترفیع بگیرن و ارتقای خودشون رو پیگیری بکنن. بحث بعدی در خصوص پابلیک سرویس هستش، یعنی ما تحقیق انجام میدیم به عنوان یک پابلیک سرویس، به عنوان خدمت عمومی، برای اینکه نتیجه تحقیقات ما بره و مشکلات جامعه رو حل بکنه. این هم میتونه که یکی از ریشه های انجام تحقیق توسط محققین مختلف باشه. و اون چیزی که ما معرفی کردیم به عنوان حالت بهینه‌ای که همه اینها رو داره، گفتیم که ما باید دیدگاهمون دیدگاه جامعی باشه و همه اینها رو بیایم در این دیدگاه ببینیم. فردی که تحقیقات انجام میده هم باید که در اون زمینه محبوبیت کسب کنه، و این به شکل خودکار اتفاق میفته. افرادی که در زمینهای مختلف تحقیقات انجام میدن، و اینکه ما بعد از پژوهشگرانمون حمایت‌های همه جانبه، بلخص حمایت‌های مالی انجام میدیم، برای اینکه پژوهشگرهامون دغدغه دیگه‌ای نداشته باشن، بتونن که گام‌های انجام پژوهش رو به شکل درستی طی کنن، و همچنین افراد بیان و ارتقا بدن خودشون رو با استفاده از انجام پژوهش‌ها. یعنی یک تفاوتی باشه بین کسی که داره تلاش میکنه و کسی که این تلاش رو انجام نمیده، و این رو ما از طریق ارتقای این افراد میتونیم ببینیم. و هم به شکل پابلیک سرویس ما ناخودآگاه هم در پاپیولاریتی ما، در محبوبیت ما داره اتفاق میفته به شکل خودکار، هم وقتی که ما داریم مقالات با کیفیت و مقالات علمی تولید میکنیم، داریم مشکلات مختلف جامعه رو هدف قرار میدیم و برای اونها یک راه حلی رو ارائه میدیم که این راه حل میده و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ازش استفاده میشه. و دیدگاه ما خب دیدگاه جامعه نگری هستش که همه اینها رو بیاد در خودش داشته باشه، و در نهایت همه اینها کنار همدیگه قرار میگیرن برای اینکه اون شواهد علمی که داره تولید میشه
بیاد کیفیت زندگی انسانها رو، کیفیت استانداردهای زندگی رو بیاد ارتقا ببخشه و ما کمک کنیم که انسانها خیلی بهتر و راحتتر زندگی کنن. حالا ما در حیطه‌های مختلفی داریم کار میکنیم، حیطه‌های علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم مهندسی، علوم انسانی، هر کدوم از اینها در حیطه خودشون میان شواهدی رو تولید میکنن. این شواهد در کنار همدیگه قرار میگیره در سطح خرد و در سطح کلان، مبنای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها رو به شکل بهینه‌ای فراهم میکنه. ما هر کدوم از ما خب یک سری مقالات رو در سطح خرد تولید میکنیم، یک سری پژوهش‌هایی انجام میدیم که اینها به همدیگه میپیونده در سطح کلان، برای اینکه استانداردهای زندگی رو بیاد ارتقا ببخشه. من اینجا بحث مالی رو گفتم که نباید پژوهش کردن دغدغه‌ای داشته باشن. جالبه که حالا یک مشخصی ما داریم به نام شاخص نوآوری. کشورهایی نوآورتر هستن که سطح توسعه یافتگیشون هم بیشتره بر اساس آماری که سال 2021 ارائه شده، و کشور سوئیس به عنوان کشور اسکاندیناوی به عنوان نوآورترین کشور اومده شناخته شده و باقی کشورها هم به همین شکل کشورهای اروپایی بودن و کشورهای آمریکایی که اومدن به عنوان کشورهای نوآور خودشون رو مطرح کردن. خب این نشون میده که هر چقدر که سطح توسعه یافتگی بالاتر باشه و حالا اهمیت بیشتری به تحقیقات و پژوهشگران داده بشه، به همون میزان هم ما میتونیم که در بحث نوآوری کارهای خیلی خوبی انجام بدیم. و حالا من در علوم پزشکی بگم، بتونیم که مشکلات نظام سلامتمون رو در حیطه‌های مختلفی هدف قرار بدیم و برای اونها راه حل‌های بهینه‌ای رو ارائه بدیم و از اون منابع تحقیقاتی خودمون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. چرا ما باید یاد بگیریم که چطور یک مقاله بخونیم، یا بهتر بگم اهمیت مقاله خوانی چی هستش؟ وقتی که من میخوام یک مقاله ای رو تنظیم بکنم، خب مقاله قسمت‌های مختلفی داره که ما به مرور در هر جلسه قسمت‌های مختلف اون رو با همدیگه کار خواهیم کرد. مثل بحث پروپوزال نویسی که هر جلسه در دوره جامعه آموزش و پروپوزال نویسی هر جلسه اومدیم یک قسمتی رو گفتیم، در مقاله نویسی هم به همین شکل ما 0 تا 100 مقالات رو انشالله با همدیگه کار خواهیم کرد و بخش‌های مختلف رو در کنار همدیگه خواهیم دید که انشالله شما بتونید که به نفع بهینه از این دوره استفاده بکنید. ما وقتی که می‌خوایم مقاله رو تنظیم بکنیم، اول در وهله اول باید مقاله خوان خوبی باشیم. ممکنه که اصلا ما نخواهیم که مقاله‌ای بنویسیم، صرفاً ما می‌خوایم که مقاله بخونیم. برای چی؟ برای اینکه در اون حیطه تحصیلی و تحقیقاتی خودمون بتونیم که به روز باشیم و اون خیلی به ما کمک میکنه. به روز بودن، آگاهی از مسائل روز حیطه تحصیلاتی و تحقیقاتی میتونه که خیلی بهمون کمک بکنه. در کنار اون، در خود مقاله نویسی هم به ما کمک میکنه. ما اگر قسمت‌های مختلف مقاله رو با استفاده از مقاله خوانی به خوبی بشناسیم، میتونیم که برای مقالات خودمون هم به شکل مطلوبی عمل کنیم و قسمت‌های مقاله خودمون رو هم خیلی خوب تنظیم کنیم که اون پروسه‌ای که طی میشه برای انجام داوری و چاپ مقالات به شکل سریع‌تری انجام بگیره. یعنی ما اون چیزهایی که مجلات، سردبیران و داورهای محترم ازمون انتظار دارن بتونیم که به نحو بهینه‌ای اونها رو در کنار همدیگه قرار بدیم و بتونیم که پژوهشنامه یا مقاله خودمون رو به شکل مناسبی طراحی بکنیم. و اینکه ما برای گزارش‌های کلاسی خودمون باید که بدونیم چطور مقاله می‌خونیم، همچنین اگر شاغل هستیم برای گزارشات به مسئولانی که در ردای مختلف سازمانی دارن کار میکنن و ازمون یک چیزی رو خواستن، یک درخواستی رو داشتن، ما باید بتونیم که مقاله‌های بروز و معتبر رو پیدا کنیم و اونها رو بخونیم. از کجا باید شروع کنیم مقاله نویسی رو؟ خودتون فکر کنید به این موضوع که ما از کجا شروع می‌کنیم مقاله خوانی رو. بیشتر افراد میان و چکیده مقاله رو اول میخونن. شما خودتون رو هم در نظر بگیرین وقتی که میخواین مقاله بخونین. عموما همه ما اول چکیده مقاله رو میایم و میخونیم. خب اون ویژگی هایی که ما از چکیده مقاله انتظار داریم این هستش که در قسمت اینترودکشن چکیده بیاد بگه خب چرا این کار انجام شده، گپی که دیده شده به چه شکلی بوده. در قسمت متدولوژی کار بیاد و بگه چطور میخواد این گپ رو پر کنه، این پژوهشی که من میخوام طراحی کنم چطور میخواد به این سوال پاسخ بده و بتونه که اون رو حل کنه و کدوم یک از قسمت ها رو میتونه که مورد هدف قرار بده. در قسمت ریزالت میگه خب من گپ رو پیدا کردم، روش کار خودم رو گفتم، الان میگم که به چه چیزهایی رسیدم.
ریزالت من چی بوده و در قسمت کنکلوژن هم که میاد میگه خب که چی، یعنی به شکل کاربردی ما بعد نتیجه گیری و تفسیر کار خودمون رو بیاییم و به مخاطبین ارائه بدیم. این اولین گامیه که در مقاله خوانی ما بعد رعایت کنیم، که اول میایم چکیده رو میخونیم. بنابراین شما به عنوان نویسنده مقاله بعد بتونید که این رو خیلی خوب تنظیم بکنید برای اینکه بتونید خواننده رو سوق بدید به سمت فول تکس مقاله خودتون و کار خودتون، و این سوال رو هم پاسخ بدید برای خودتون که کدوم یکی از قسمت‌های مقاله مشکل ترین قسمت برای خوندن، یعنی شما وقتی که مقاله رو میخونید کدوم یکی از قسمت‌های مقاله براتون مشکل تره. خب با هم دیگه جواب بدیم به این سوال. به نظر من که قسمت متد و قسمت حالا پروتکل کار هستش که سخت‌ترین قسمت. خیلی از ما وقتی که قسمت متد رو نیاز نداریم عموماً اون رو نمیخونیم و ازش رد میشیم. حالا اینترودکشن رو میخونیم، ریزالت رو میخونیم، ممکنه کنکلوژن رو هم بخونیم، دیسکشن رو، و ممکن خب متد رو نخونیم و عموماً میگن که سخت‌ترین قسمت مقاله خوانی قسمت متد خوانیش هستش. یک سوال دیگه به عنوان سوال سوم، وقتی که شما میخواهید به این پی ببرید که خلاصه ای از نتایج تحقیق به چه شکلی بوده، و اصلا یک کمی جامع تر بهتون بگم، اول بعد با خودتون این رو بگید، این سوال رو با خودتون مطرح کنید که اگر من میخوام به این پی ببرم که چرا این کار انجام گرفته، اهمیتش چی بوده و به چه نتایجی دست پیدا کرده، خلاصه ای از نتایج رو بخواید برای خودتون بگین، کدوم قسمت مقاله رو میخونید، فکر کنید. بله، همونطور که شما هم با من هم نظر هستین، قسمت بحث مقاله قسمتی هستش که ما میایم اون رو میخونیم و قسمت بحث یک نمایی از قسمت‌های دیگه است که حالا در قسمت خود بحث نویسی مقالات به شکل تفصیلی در خصوصش صحبت خواهیم کرد که باید بشه شکلی باشه. فقط این نکته تو ذهنتون باشه، من خواستم با جلسه اول ذهنتون رو آماده کنم. ما قراره که 0 تا 100 عمل کنیم، یک دوره خیلی جامع، یک دوره‌ای که همه هر آن چیزی که شما نیاز دارین در این دوره دیده شده است و حالا با استفاده از تجربیاتی که خود تولید کنندگان این دوره داشتن، تجربیات فردی و شخصیشون در حالا چاپ مقالات، نوشتن مقالات، هم مشورت با سایر افرادی که صاحب نظر بودن، یک محتوایی برای شما آماده شده که انشالله مورد توجه قرار بگیره. بعد این رو در قسمت بحث خاطرتون باشه که بحث یک دورنمایی از سایر قسمت‌های مقاله هستش. وقتی که ما می‌خوایم مقاله رو بخونیم عموماً در گام اول اون رو اسکیم می‌کنیم، یعنی تورق سریع انجام میدیم، به شکل سریع قسمت‌های مختلف مقاله رو می‌آییم، یک مرور سریع انجام میدیم و این رو من به شما هم پیشنهاد میدم. گام دوم این استش که شما به طور مداوم بیاین از خودتون بپرسین و آنچه را که خوندین رو مورد نقد و بررسی قرار بدین از نظر خودتون. به چه شکلی؟ یعنی ما باید یک مقاله خوان آگاه باشیم، یک مقاله خوان آگاه و یک مقاله خوان فعال باشیم، به شکل فعال مقاله نویسی مقاله خوانی خودمون رو بیاین و انجام بدیم. حالا این مقاله خوانی فعال به چه شکلیه؟ ما باید در طول خواندن مقالات از خودمون بپرسیم که آیا با منطق اون نویسندگان مقاله آیا موافق هستیم یا نه، با اون منطقی که اونا ارائه دادن. شاید حالا مثلا در قسمت اینترودکشن براتون مثال میزنم، شاید اصلا این گپی که نویسندگان بهش اشاره کردن از نظر شما گپ خیلی قابل توجهی نباشه که بیاد براش کار علمی انجام بشه، و یا شاید شما بتونین که برای رسیدن به پاسخ اون سوال تحقیق بتونین که روش کار خیلی مناسب تر یا انتخاب بکنین و روش کار بهتری رو ارائه بدین. در قسمت ریزال شاید شما بتونید که روش هایی که پیام و نتیجه پژوهش به دست مخاطبین رسیده رو خیلی بتونید که بهینه ترش کنید، قسمت های مختلفش رو بتونید بهتر تنظیم بکنید با تجربه و با علمی که دارین، و همچنین ممکنه نتیجه گیری کار، اون چیزی که در کنکلوژن بهش اشاره شده، ممکنه که شما یک نتیجه گیری دیگه ای رو بیاین ارائه بدین و حالا الزاماً با نظر نویسندگان مقاله موافق نباشید، و همچنین ممکنه که شما یک شکاف‌های دیگه ای رو کشف کنید و براتون یک سوال‌های آتی پیش بیاد که خودتون ممکنه بیاید و اینها رو مورد هدف قرار بدین و خودتون برای اون یک تحقیق انجام بدین. میبینید که به این شکل شما میتونید با خواندن مقالات ایده‌یابی هم انجام بدید و
از همون ایده‌هایی که کسب کردیم برای نوشتن مقالات بهتر استفاده بکنید. پس قول و قرار ما با هم دیگه این شد که وقتی مقاله رو میخونیم اون رو به شکل فعال بخونیم و از جنبه‌های مختلف اون رو بیایم بررسی بکنیم. به این شکل نباشه که هر چیزی که نویسندگان گفتن یا حالا ادعا کردن ما هم الزاماً با اون موافق باشیم. نه، بیایم قسمت‌های مختلف مقاله رو مورد نقد و بررسی خودمون قرار بدیم. اگر شما حالا مقاله رو برای گزارش کلاسی می‌خواید و نمیتونید که اون رو در طول یک روز بخونید و به شکل کاملی بهش پی ببرید، خب قسمت‌های مختلف مقاله رو بشکنید و اون رو در چند روز بخونید. فقط یک نکته خاطرتون باشه اینجا، وقتی که شما میخواید این مقاله رو بشکنید و در چند روز اون رو بخونید، یک دفترچه همراهتون باشه که بیاید هر قسمتی رو که خوندین آخر اون قسمت بیاید یک خلاصه برای خودتون بنویسید که روز بعد که خواستین بهش مراجعه کنید کاملا یادتون بیاد که مبحث دیروز به چه شکل بوده. این نکته و این فن رو هم خاطرتون باشه. بریم سراغ نگارش علمی. خب ما در کل میتونیم بگیم که هر همونطور که در خصوص تحقیقات گفتیم که تحقیقات ما میتونه که علمی و غیر علمی باشه، نگارش هم میتونه که نگارش علمی و نگارش عامیانه یا نگارش غیر علمی باشه. اون چیزی که مقالات از ما میخوان یک نگارش کاملا علمی هستش و این نگارش علمی برای خودش یک سازوکارها و یک چارچوبایی رو داره که در خصوص اون چارچوبا هم صحبت خواهیم کرد. یک جمله هستش که این رو به دو نفر اومدن و ربطش دادن. این جمله میگه که در علم اعتبار سراغ کسی میره که بتونه جهان رو قانع کنه، نه فردی که اولین بار در اون زمینه ایده پردازی کرده. خب به همین شکل ما زمانی که ایده های خودمون رو در ذهن خودمون میاییم و بهش پروبال میدیم و بهش نقش میدیم، زمان این ایده ارزشمند هستش که ما اونها رو دنبال کنیم، ادامه اونها رو بگیریم و در نهایت بیایم چیکار کنیم، اونها رو عملی کنیم، عملیاتی کنیم در حیطه‌های مختلف و اونها رو به آثار علمی خیلی مناسب و مطلوبی تبدیل کنیم. حالا اگه شما ایده پرداز خیلی خوبی باشین ولی دنبال ایده های خودتون نریم، مسلما افراد دیگه ای هستن که میان این ایده های شما به ذهنشون میرسه و اون رو پیروی میکنن، ازش پیگیری میکنن و در نهایت اون رو به اسم خودشون تموم میکنن و ما هم اولین ها اصولا یادمون هستش و دیگه افراد دیگه ای که میان یک ایده رو بررسی میکنن دیگه خیلی خاطرمون نمیمونه. اصولا اولین ها در ذهن هر انسان میمونه. برای مثال اولین فردی که روی کره ماه مثلا قدم گذاشته، اولین فردی که اورست رو فتح کرده، این هم به همین شکل دیگه. دومین نفری که اورست رو فتح کرده زیاد محبوبیتی یا جذابیتی نداره برای جامعه. شما هم انشالله بتونید که ایده های خیلی خوبی رو بهش جامعه عمل بپوشونید و اونها رو تبدیل به آثار علمی خیلی خوبی بکنید. یک توافق بین همه سردبیرا و ادیتورهای مجلات وجود داره که ما اگر میخواییم که مقاله و اثر علمی خودمون رو در جای خیلی خوبی چاپ بکنیم، باید که رایتینگ ما گود باشه. یعنی گود رایتینگ رو بیاییم در دستور کار خودمون قرار بدیم، مخصوصا برای ماهایی که غیر انگلیسی زبان هستیم. اگر بخوایم به زبان انگلیسی مقاله چاپ بکنیم، خب این کار یک مقدار سخت‌تر هستش که ما بیایم از زبان مادری خودمون اون رو به فارسی تبدیل کنیم و از فارسی بیایم اون رو ترجمه کنیم به یک زبان انگلیسی و تازه خوب هم بنویسیم، یعنی بیایم در حد نیتیو اون مقاله رو در خصوص اجزاش بیایم بحث کنیم و اون رو نگارش بکنیم. اگر ایده شما ایده خیلی خوبی هم باشه ولی نگارش ضعیفی پشتش باشه، این ایده خیلی خوب نمیتونه که شما رو به یک مقاله برسونه و بتونید که مقاله خودتون رو چاپ بکنید. یا اینکه اگر ایده شما خیلی خوب هستش و سطح مجله‌ای که میتونه مقاله شما رو چاپ کنه Q3 باشه برای مثال، شما میایید و به خاطر عدم نگارش خوب و نگارش ضعیف اون رو در یک مجله علمی پژوهشی با سطح متوسط میایین و به چاپ میرسونید. اینجا اهمیت نگارش علمی میتونه که خیلی خوب خودش رو نشون بده. یعنی شما علاوه بر این که باید ایده خیلی خوبی رو داشته باشین برای مقالات، باید بتونید که اون ایده رو به شکل علمی پیگیری کنید و به پاسخ سوالتون برسید. در کنارش بتونید که اون رو روی کاغذ
خیلی خوب بیارین و ساخته و پروردش کنید برای اینکه به اطلاع جامعه علمی برسه. چه چیزی یک نوشته رو خوب میکنه؟ ما به چه نوشته میگیم good writing؟ خب شما وقتی میتونید good writing انجام بدید که یک ایده شفافی رو داشته باشید. ایده شفاف یعنی چی؟ یعنی در ذهن خودتون با خودتون بدونید که چندید، خودتون بدونید که دنبال انجام چه کاری هستین. تا وقتی که خودتون به این باور نرسیده باشین و به این ذهنیت نرسیده باشین و ذهنتون پراکنده باشه که دنبال چی هستین، واقعیت این هستش که نمیتونین یک اثر علمی خوب و یا خیلی خوب رو بیاین و تولید بکنید. شما اول باید در ذهن خودتون اون حالا اون چارچوب ذهنی که دارین کاملا باید ترتیب بندی شده باشه، باید بدونید که گپ ماجرا چی هستش، دنبال چی هستین و در کنارش بتونید که اینها رو اجزا رو در کنار همدیگه به خوبی قرار بدین برای اینکه همه متن شما به شکل پیوسته و به شکل منسجمی عمل بکنه. بعد اینکه حالا شما متوجه شدید که با خودتون چندید و متوجه شدید که دنبال پاسخ به چه سوالی هستین، میتونه که از استایل های مختلفی بیاین و استفاده بکنید برای اینکه اون رایتینگ خودتون رو از درجات مختلفی ارتقا بدین. یعنی شما باید هم یک چیزی برای گفتن داشته باشین، یک شکاف خوبی رو کشف کرده باشین. در مرحله دوم به مرور تجربه کسب میکنید. دوستانی که اصلا تجربه پژوهشی ندارن، مطمئن باشین که همه افرادی که الان اچ ایندکس خیلی بالایی هم دارن از یک نقطه شروع کردن، یک نقطه آغازی همه ما داشتیم در هر سطح پژوهشی که هستیم و مسلماً شما هم میتونید که خیلی خوب شروع بکنید. باید که زمان بدید به اون نوشته‌ای که دارین، باید زمان بدید به ایده خودتون، باید زمان بدید و استایات مختلفی روش انجام بدید. در کنارش تجربه‌ای هم که به مرور کسب میکنید بهتون کمک خواهد کرد که اون رایتینگ خودتون رو بیاید ارتقا ببخشید. برای اینکه شما رایتینگ خودتون رو ارتقا ببخشید، خب باید نویسنده خیلی خوبی باشین. الان با خودتون فکر بکنید ببینید که چه چیزی یک نویسنده خوبی رو میسازه. این رو با خودتون فکر بکنید. مثلا من باید این رو ذاتی بدونم، افراد نویسنده ذاتن نویسندگان خوبی هستن، یا مثلا من باید کلاس زبان رفته باشم سالها و علوم اجتماعی خونده باشم، یا مثلا یک هدیه خدادادی هستش، یک هدیه طبیعی هستش، کدوم یک از اینا هستش که از ما یک نویسنده خوبی رو میسازه؟ نویسنده خوب نویسنده هستش که وقتی یک اثر یا تولید میکنه، شما دلتون نیاد اون اثر رو قسمتش رو نخونید. شما وقتی یک کتابی رو میخونید، برای مثال، مطمئنا برای همه ما پیش اومده، وقتی یک کتابی رو میخونیم، یک کتاب داستان یا یک کتاب رمان رو شما در نظر بگیرید از نویسندگان معروف، واقعا وقتی که ما اون کتاب رو میخونیم به قدری ما رو جذب میکنن که ما دلمون نمیاد که یک لحظه هم کتاب رو زمین بذاریم. اثر علمی به شکل مقاله هم به همون شکله. شما باید انشالله به درجه برسیم که خواننده و اون داور رو به شکل کاملی جذب صحبتهای خودتون بکنید، جذب رایتینگ خودتون بکنید. حالا برای شما کدوم یکی از این هاست؟ ممکنه که یک مقداری ذاتی باشه. من این رو رد نمی کنم که خب یک مقداری از هنر نویسندگی به شکل ذاتی هستش. یعنی افرادی بودن در مدرسه که انشا نویس خیلی خوبی بودن، اینها در آینده خواستن که نویسنده بشن و ممکنه شما همین افراد رو بشناسید و نویسنده خیلی خوبی شده باشن. ولی اینها رو من مطمئنم که یک هدیه طبیعی یا یک هدیه خدادادی من نمیتونم بگم اینا هستش، بلکه میتونم بگم که یک نوشته‌ای که خوب هستش، ما بهش میگیم یک نویسنده خوب، میتونه که آموخته بشه و ما باید چیزی برای گفتن داشته باشیم، خیلی کلیر فکر بکنیم، لاجیکال منطقی فکر بکنیم و یک سری قواعدی که انشالله ما در طول این کورس و طول دوره با همدیگه مرور خواهیم کرد، شما اینها رو در کنار همدیگه قرار میدیم برای اینکه بتونید به یک نویسنده خیلی خوبی تبدیل بشیم و یک نویسنده خیلی خوب هم یک اثر علمی خیلی خوبی رو بتونه خلق بکنه. پس این نکته رو خاطرتون باشه از جلسه امروز که یک نگارشی که کلیر هستش و افکتیو مؤثره، میتونه که مخاطبین خودشون رو، نظر مخاطبین خودشون رو به خودش جلب کنه، میتونه که آموخته بشه. در کنار همه اینهایی که من گفتم، شما اگه اینها رو داشته باشین یا نداشته باشین، در کنارش میتونین با تمرین و با تکرار از خودتون یک نویسنده خیلی خوبی بسازین و این نویسنده خیلی خوب هم بتونه که اثرهای علمی خیلی خوبی رو خلق
بکنه. یک سری کارهایی رو ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه رایتینگ خودمون رو بیایم و ارتقا بدیم، بیایم و این رو قبول کنیم که نوشتن واقعا برای همه سخت هستش. ما هیچ کدوم از ما نمیتونیم که ادعایی داشته باشیم که ننوشتن برای من راحته. شاید 1% جامعه این رو بگن که نوشتن برای من راحته، و اون 1% هم مطمئنن خیلی تلاش و تمرین و تکرار پشتش بوده، یک شبه نبوده مسلمن، و ما هم میتونیم خودمون رو به اون درجه برسونیم. باید خیلی مطالعه انجام بدید. شما وقتی میخواید مقاله بخونید خیلی باید توجه کنید به قسمت های مختلف مقالات و واقعا زمان بذارید روی این کار. و قبل این که شما بخواید یک تحقیقی رو بیاین و انجام بدید، حتما در خصوص اجزای مختلف اون تحقیق بیاین و صحبت بکنید. ما باید به مخاطب خودمون احترام بذاریم. مخاطب کار ما رو برای خوندن انتخاب کرده، ما هم باید خیلی خوب مقاله خودمون رو تنظیم بکنیم برای اینکه به اون مخاطب احترام گذاشته بشه و نتونه که واقعا قسمتی از مقاله ما رو نخونده کنار بذاره، مثل همون مثالی که در خصوص کتاب بهتون گفتم. و هیچ کدوم از ما هم در فرست ترای، در تلاشی که اولین بار داشتیم، پرفکت نبودیم. خب همه اینها قابل آموختن و قابل یادگیری بوده، و شما اگر میخواین یک ایده ای رو دنبال بکنید، حالا در هر زمینه ای، منتظر این نباشید که بهتون الهام بشه. اونهایی که کلماتی که باید بنویسید، منتظر نباشید که بهتون الهام بشه یا وحی بشه، نه، شما دست به قلم بشید. یک جمله معروفی هم هستش که میگه شما دست به قلم بشین، علم راه خودش رو پیدا میکنه. کلمات میان به مرور در ذهن شما نقش میبندن، و حالا اون ذهن شما ممکنه که در ساختار اول خیلی ذهن نامنظمی باشه. همین که شما دست به قلم میشین و قسمت‌های مقاله خودتون رو تنظیم میکنین، میبینید که اینهایی که هر کدوم در یک جهتی بودن، به مرور اومدن همراستا شدن با هدف مطالعه شما، و شما این رو میخونید، زمان میذارید و از نظر سایر نویسندگان استفاده میکنید برای اینکه بتونید به یک گزینه خیلی خوبی برسید. شما میبینید که مثلا قسمت‌های مختلف مقاله رو که تنظیم میکنید، بعدش که یک دور میخونید، میخواید اصلاحی انجام بدید، تصمیم میگیرید که مثلا این جمله رو انتقال بدید به اینجا، قسمت آمار ارقام رو انتقال بدید به اینجا، و همین شکل ذهن شما به مرور خودش رو پیدا میکنه و منسجم میشه. حالا قسمت بعدی که ما میتونیم برای نگارش خیلی خوب و نگارش علمی ازش استفاده بکنیم، این تکنیک هستش که من این تکنیک رو خیلی بهتون پیشنهاد میدم. قبل اینکه شما شروع کنیم بنوشتن، از خودتون بپرسین که من دنبال این هستم که چی بگم، من میخوام چی بگم. حالا هم در نگارش مقالات علمی، هم در نگارش پروپوزال، هم در نگارش گزارش کلاسی یا گزارش های کارآموزی، هم شما میتونید از اینها استفاده بکنید، یا حتی گزارش های کاری خودتون. دنبال این باشین که اول چی میخواییم بگین. خب من تو ذهن خودم با یک نفر صحبت میکنم، و تأثیر صحبت کردن با یک نفر دیگر رو اصلا دست کم نگیرید، خیلی خوب هستش. اول بگین که من میخوام چی بگم. بعد اینکه اون نوشته خودتون رو تنظیم کردین، با خودتون بگین که آیا تونستم اون چیزی رو که در ذهنم بود بگم. اگر این دوتا با همدیگه مطابقت داشتن، به شکل کاملی ما بتونیم اینها رو تطبیق بدیم، خب یعنی این نشون میده که نوشته ما نوشته خیلی خوبی بوده و ما تونستیم به هدف از پیش تعیین شده خودمون برسیم. ولی اگه یک جاهای اینها با همدیگه یک سری تفاوتایی رو داشتن، ما میایم و از تکنیکای استفاده بکنیم برای اینکه اینها رو کاملا مساوی همدیگه قرار بدیم. پس این رو خاطرتون باشه، حتما قبل نگارش مقالات با خودتون بگین که دنبال گفتن چی هستم، و بعد نوشتن مقالات هم بیاین و از خودتون بپرسین که آیا من تونستم اون رو بگم یا نه. اون منیوسکریپت خودتون رو، دست نوشته اول خودتون رو، که ما اینها رو در جلوتر همش رو میگیم که مثلا منیوسکریپت چی هستش، دست نوشته چیه، و این اصطلاحات تخصصی رو انشالله در جلسات آینده با هم دیگه کاملا مرور خواهیم کرد. نگران نباشید، فقط الان ذهن خودتون رو آماده کنید برای یک دوره خیلی خوب و انشالله یک دوره خیلی جامع. از پاراگراف ها استفاده بکنید، و پاراگراف ها واقعا خیلی خوب هستش. دوستانی که کلاس زبان تشریف بردن اونجا احتمالا شنیده باشن که ما در هر پاراگراف یک تاپیک داریم و یک ساپورتینگ داریم، یعنی هر پاراگراف در خصوص یک مطلبی میاد صحبت میکنه. ما تاپیک اون پاراگراف رو تعیین میکنیم، و ساپورتینگ هم مطالبی هستش که در ادامه اون تاپیک میاد، در
حمایت از اون تاپیک میاد. مثلا ما میخوایم در خصوص حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و صنعتی صحبت کنیم، خب عنوان پاراگراف ما میتونه که بیکاری در مناطق حاشیه نشین باشه یا سایر معضلات اجتماعی. این عنوان تاپیک من هستش. ساپورتینگ من میام و اون دلایلی که افراد حاشیه نشین بیکار هستن رو میگم، آمار ارقام رو میام ارائه میدم. ببینید که اون ساپورتینگ من همه اینها در حمایت از تاپیک من بوده. حتما 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 بیاین در هر پاراگراف فقط یک آیدی رو مورد بررسی خودتون قرار بدین، یک آیدیا رو مورد بررسی خودتون قرار بدین، اون ایده ای که دارین بیاین اون رو پاراگراف بندی بکنید. و از هدرها هم میتونید استفاده بکنید در قسمت‌های مختلف مقاله. مثلا شما این رو دقت بکنید، در قسمت متریال و متد اومده از هدر استفاده کرده برای اینکه بیاد قسمت‌های مختلفش مقاله رو با هم دیگه انسجام اونها رو بهبود ببخشه و بدونه که دنبال چیه. شما در اینتروداکشن مقاله، در مقدمه مقالات هم میتونید این کار رو انجام بدید، ولی خب خاطرتون باشه در مقدمه مقالات نمیتونید که اون تاپیک رو بنویسید، یا اینکه این رو بنویسید و بعد از اینکه اون مقاله خودتون رو نهایی کردین بیاید این رو بردارید. به چه شکلی؟ خب من تاپیک رو می‌نویسم، مثل همونی که گفتم، حاشیه نشینی و بیکاری در شهرها. اینجا من در خصوص بیکاری صحبت می‌کنم و حالا قسمت‌های مختلفش رو میگم، ساپورتینگش رو میارم و اینجا هم که خب عنوان تاپیک خودم رو نوشتم. حالا در این پاراگراف بعدی میخوام در خصوص پیامدهای بیکاری در حاشیه شهرها صحبت کنم. اینجا هم من میام این رو تاپیک خودم رو مینویسم و اینها رو به هم دیگه ارتباط میدم برای اینکه متحد قول بشن همه اینها و دنبال رسیدن به یک هدف باشن. و بعد از اینکه من مقدمه خودم رو تنظیم کردم اینا رو حذف میکنم، چون مجله به من در قسمت اینتروداکشن اجازه نمیده که من تاپیک داشته باشم. اینها رو میام حذف میکنم. وقتی اینها رو حذف کردم، درسته که روی کاغذ اینا حذف شدن، ولی برای خواننده کاملا قابل درکه من در هر پاراگراف در خصوص چی صحبت کردم. و حالا این قسمت هدینگ بندیش هم که گفتم باید به چه شکلی باشه. و همچنین پاراگراف های ما عموماً چند خطی هستن، من نمیتونم دو سه خط رو داخل یک پاراگراف بیام و قرار بدم. دوستان، نوشتار علمی یک خاصیتی داره که اگر شما خوب شروع کنید تا آخر هم میتونید خوب پیش برین، ولی اگه ضعیف شروع کنید این ضعف نگارشی شما جریان پیدا میکنه در همه قسمت های مقاله و میبینید که در آخر کار مقاله شما درسته که ایده خیلی قوی پشتش بوده، ولی نتونسته که اون هدفی که دنبالش بوده رو به مخاطبین برسونه. بنابراین شما باید همون تاپیک های خودتون رو در پاراگراف ها خوب انتخاب کنید برای اینکه جریانی که در مقاله شما اتفاق میفته جریان قوی باشه. و حالا همونطور که یک جمله خوب یک جمله خوب بعدی رو به دنبال خودش میاره، مطمئناً یک جریان و یک جمله ضعیف میتونه که جملات ضعیف بعدی رو هم به همراه خودش بیاره. ما این رو هم خاطرتون باشه که ما نمیاییم و اون جملات خودمون رو با عدد شروع نمیکنیم، نمینویسیم که مثلا یک میلی لیتر. باید به جای این یکی که اینجا قرار داده از حالت حروف استفاده کنیم، بنویسیم که مثلا 1 میلی لیتر. و اینکه ما در ابتدای جملات نمیایم و از ابریویشن ها استفاده نمی کنیم. حالا من بهتون میگم که ابریویشن ها رو در جلسات بعد انشالله میگم که ابریویشن ها رو بعد شما کجا استفاده بکنید و کجا نباید استفاده بکنید. و اینکه ما در مثلا شروع جملات خودمون رو با ابریویشن ها عموما قرار نمیدیم، مگر اینکه حالا اون ابریویشن خیلی شناخته شده باشه برای جامعه علمی. این دو تا نکته رو در نگارش علمی پس خاطرتون باشه که ما جملات خودمون رو نمیاییم با اعداد به شکل عدد و حالت ابریویشن کلمات نمیاییم و آغاز نمی کنیم. اینها رو هم ممکنه شما دیده باشین، حروف لاتینی مثل آی ای ای جی یا ایت آل رو ممکنه شما خیلی دیده باشین. من اینجا براتون مثال هایی رو میزنم که شما اگر انشالله در مقالات دیدین این رو حواستون باشه که اینا کجا استفاده میشه. این آیدی که یک ابریویشن لاتین هستش به معنای that is یا in the other words که به عبارتی دیگه، یعنی ما که ما میگیم در فارسی بخوایم معنیش کنیم میگیم به عبارتی دیگر. یا این ای جی میشه example gratia که برای مثال رو به شما میگه. این رو شما خاطرتون باشه که ای جی میشه for example و آی ای هم میشه in the other words.
و ما یه دونه ایت آل هم داریم که حالا مخفف شده ایت آلیا هستش، که و دیگران. شما میخواید که مثلا نویسندگان رو بنویسید، دیگه همه نویسندگان رو نمینویسید، مینویسید که نویسنده اول و ایت آل. و اون ایت آل که نوشته میشه یعنی که با همکاری چند نفر بوده، و خب اینها رو شما اگر جای اشتباه استفاده کنید مسلما نشون میده که شما در نگارش خودتون به شکل مناسبی عمل نکردید. و حالا خواستم که اینها رو باهاش آشنا بشین. مثال میزنم، میگه که فقط یک شهر تونسته که میزبان بازی های تابستانه المپیک باشه به میزان 3 مرتبه. خب وقتی که میگه فقط یک شهر، داخل پارانتز گفته که IE و یک گیومه گذاشته گفته لندن. خب این گفتیم که به عبارت دیگر هستش، in the other words، یعنی به عبارت دیگر لندن. ببینید که به چه شکلیه. این رو هم اگه قرار نمیداد ممکن بود که شما متعجب بشین که منظورش کدوم شهره. برای توضیحات بیشتر این رو آورده. یا گفته که در بازی های تابستانه المپیک، این بازی ها حالا المپیک ترکیبی از ورزش های مختلفیه، و ایجی رو هم که ما با هم دیگه گفتیم برای مثال، اینجا هم برای مثال رو استفاده کرده، برای مثال ژیمناستیک، شنا و تنیس. اینا رو برای توضیحات بیشتر به خواننده خواسته که بیاره که برای خواننده روشن‌تر باشه. و اینها رو شما دوستان دقت بفرمایید، اون جایی که قرمز شده رو کاملا دقت بفرمایید. اگر بخواید وسط جمله، آخر جمله اینها رو استفاده بکنید، از آی ای و از ایجی بخواین استفاده بکنید، حتما باید به این شکل عمل کنید. یعنی اینها رو در پارانتز بیارید، نمیتونید همراه جمله بیارید، اینها رو حتما باید در پارانتز بیاین و استفاده بکنید. و این رو میبینید که من بعدش هم اومدم یک گیومه ای رو قرار دادم. شما هم اینجا هم دقت بفرمایید، یک نقطه اینجا قرار داده شده، بعد یک گیومه قرار داده شده، و شما هم باید به این شکل عمل بکنید. میبینید آی نقطه ای نقطه گیومه سپیس، حالا اون کلمه که مد نظرتون نشه، اینجا هم به همین شکلی بعد عمل بکنید. ممکنه که ETC رو هم شنیده باشین که مثلا میگه که اونها مجله میفروشن، اونها روزنامه میفروشن و جلد کتاب ها رو میفروشن، و حالا ETC یعنی که و غیره. ممکنه که چند تا چیز دیگه هم بفروشن که اینجا قرار داده شده، که حالا این شناخته تر شده هستش مطمئنم برای شما. این ایتال هم که کاربردش به این شکله، مثلا ما میگیم که شیخی چمان ایتال یک مطالعه‌ای رو در این زمینه اومدن انجام دادن. اینجا شیخی چمان و همکاران میشه که اومدن یک مطالعه‌ای رو انجام دادن. این هم کاربرد اینها که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به عنوان جمع‌بندی، ما امروز اومدیم دوره خودمون رو، دوره جامعه مقاله نویسی رو به شکل کلی معرفی کردیم، و در خصوص 2 موضوع هم صحبت کردیم که گفتیم ما برای اینکه بتونیم یک مقاله نویس خوبی باشیم، در وهله اول باید مقاله خوان خیلی خوبی باشیم. حالا نکاتی رو با هم دیگه گفتیم که به چه شکلی شما مقاله خوانی رو بیاین و انجام بدین. و در مرحله دوم، در گام دوم هم در خصوص نگارش علمی اومدیم با هم دیگه صحبت کردیم، و چند تا نکته خیلی جزئی و در این حال خیلی ضروری رو با هم دیگه مرور کردیم. دوستان، در زمینه اون ایده‌یابی که شما انجام میدید، من این توصیه رو بهتون بکنم در این جلسه، وقتی که شما میخواین واقعا یک ایده ای رو تبدیل به یک اثر علمی بکنید، صحبت کنید در خصوص این ایده، بیاین و با اطرافیان خودتون صحبت بکنید. در وهله اول اصلا مهم نیست که اون کسی که شما دارین باهاش صحبت میکنید، حالا به شکل حضوری باشه که بهتره، به شکل تلفنی هم میشه، اصلا مهم نیست که تخصصی در زمینه شما داشته باشه، یعنی اصلا متوجه حرفای شما باشه یا نه، اصلا مهم نیست در وهله اول. مطمئن باشین شما هر چقدر که صحبت بیشتری در رابطه با ایده خودتون بکنید، یعنی دارید کنکاش میکنید در ذهن خودتون، اون چیزی که در ذهن خودتون هستش رو میتونید که استخراج بکنید، مثل معدن ذهن شما، شما اون رو چکشکاری میکنید، استخراج میکنید، و با صحبت کردن، هر چقدر که بیشتر صحبت میکنید، میتونید که تراش بیشتری به اون ایدتون بدید و اثر بهتری رو خلق بکنید. در وهله دوم پیشنهاد من اینه که حتما بیاید و با یک متخصص در رابطه با ایده خودتون صحبت بکنید. شما نمیتونید در وهله اول با فرد متخصص صحبت بکنید، چون ایده شما خیلی ایده اولیه و ایده خامی هستش.
ولی وقتی که میایید اون رو در وهله اول با یک نفر دیگه صحبت میکنید، یک مقدار ایدهتون منسجمتر میشه و با خودتون کنار میایین که دنبال چی هستین، میتونید که در وهله بعدی با افرادی که متخصص هستن صحبت بفرمایید. مسلما صحبت با این افراد متخصص هم خیلی ذهنتون رو منسجمتر خواهد کرد و دیگه اینجا شما پی میبرین که دنبال چی هستین. بعد حالا میرین سایر گام ها رو طی میکنین، این که مثلا میایین مرور متون براش انجام میدید یا تیم سازی میکنید و حالا اون پروپوزال کار رو تنظیم میکنید و سایر قسمت هایی که قبلا با هم دیگه در جلسه گام های مسیر پژوهشگری و دوره جامع پروپوزال نویسی با هم دیگه به شکل کاملی مرور کردیم. اینجا فقط خواستم که در مقاله نویسی هم شما خاطرتون باشه که هر ایده‌ای که دارین حتما 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 به اشکال مختلف در خصوص اون ایده صحبت بکنید و کلیاتش هم میتونید خودتون برای خودتون روی کاغذ بنویسید. همه اینها در نهایت به شما کمک خواهند کرد که اون ایده‌ای که میایین ارائه میدین خیلی ایده پخته ای باشه و ایده منسجمی باشه و میتونه که به حالت بهینه تری شما رو به حالا اون چیزی که در ذهن دارین برسونه. آخرین پیام جلسه اول هم این استش که تا جایی که میتونید مقاله بخونید. من در همه دوره ها تأکید خیلی زیادی به پژوهشگران دارم برای مقاله خوانی. واقعا مقاله خوانی معجزه میکنه در کنار حالا کارهای دیگه که شما دارین، مقاله خوانی رو در برنامه روزانه خودتون بیان بگنجونین و حتما حتما قرار بدین. مطمئنا معجزه میکنه براتون در ردای مختلف، چه شما شاغل باشین چه پژوهشگر باشین، میتونه که واقعا اطلاعات شما رو به روز بکنه، شما رو از جریان پژوهشایی که در اون زمینه انجام میشه آگاه بکنه و میتونه که به شما دید خیلی خوبی بده برای انجام تحقیقات و برای حل مشکلاتی که شما در محیط کار یا محیط تحصیل خودتون باهاش مواجه هستین. جلسه اول ما تموم شد، جلسه اول از دوره جامع مقاله نویسی. حتما در جلسات بعد هم ما رو همراهی بفرماییم برای اینکه بتونیم یک دوره خیلی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و نکاتی که امروز هم گفتم قبل شروع جلسه بعد حتما رعایت بفرمایید و در ذهن خودتون اونها رو مرور بکنید. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون رو دارم.